پرواز دو بمب افکن آمریکایی روی خلیج فارس و اعلان جنگ. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که دو بمب افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده امروز در منطقه خاورمیانه و بر فراز آب‌های خلیج فارس به پرواز درآمدند. سنتکام در بیانیه‌ای گفت که هدف حضور حساب شده این بمب افکن‌های استراتو فورترس برای تأکید بر تعهد ارتش آمریکا به امنیت منطقه و نشان دادن توانایی منحصر به فرد پیاده‌سازی سریع نیروی رزمی در فرصت کوتاه بوده است. این سومین دور از پرواز بمب افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس در یک ماه و نیم گذشته است که همزمان با روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ و در آستانه اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق انجام می شود. سنتکام گفته هدف از این پروازها ارسال پیام بازدارنده و صریح برای هر کسی است که بخواهد به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا آسیب برساند. به گفته سنتکام دو بمب افکن B-52 از پایگاه هوایی مینوس در داکوتای شمالی به پرواز درآمدند. فاکس نیوز گزارش داده است که این هواپیماها روز سه‌شنبه برای این ماموریت از پایگاه بلند شدند و در پروازی 30 ساعته و بدون توقف به منطقه خاورمیانه رفته و برگشتند. نگران کننده ترین ارزیابی اطلاعاتی از زمان کشتن سلیمانی. این پروازها یک هفته بعد از هشدار تند دونالد ترامپ به ایران بعد از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد انجام شد. آقای ترامپ گفته بود که اگر حتی یک آمریکایی در این حملات کشته شود، ایران را مسئول می‌داند. مقام‌های ایران با تکذیب دست داشتن یا حمایت از حمله به سفارت آمریکا تلاش کردند در هفته‌های پایانی دولت آقای ترامپ با لحنی متفاوت با تهدیدهای معمول به این تحولات واکنش نشان دهند. به گزارش فاکس نیوز، یک مقام نظامی ارشد آمریکایی به گروهی از خبرنگاران گفته است که ارزیابی اخیر اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران قصد گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی را دارد. این مقام که خواسته نامش فاش نشود گفته است که اطلاعات تازه درباره ایران نگران کننده ترین اطلاعاتی است که از زمان کشتن آقای سلیمانی به دست آمده است. به گفته این مقام نظامی، آنها از حملات بالقوه بیشتر و پیچیده‌تر در عراق هم نگران هستند. در هفته‌های گذشته و با بالا گرفتن گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تنش نظامی میان آمریکا و ایران، ایالات متحده تحرکات نظامی خود در منطقه را افزایش داده است. پرواز بمب افکن‌ها و ورود یک زیردریایی و ناوهای نیروی دریایی آمریکا از جمله این تحولات بود. برای دانستن تازه‌ترین‌ها در ایران، منطقه و جهان و حمایت از ما، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر شید.